عزیزان، امروز هشتم هست فوریه 2023 و اف کورس شروع می کنیم از خبرها و همینطور بعدش میریم برای 24 hour امروز آن چین دیتا و همینطور چارت های بیت کوین، اتریوم، بی ان بی و کاردانو. شروع می کنیم با اولین خبری که میاد که از طرف نیوز انالیسیس از خود کوین دسک که داره میگه که چرا آرتفیشل اینتلیجنس ارزهای هوشمندی دارن بهتر از بیت کوین انجام میدن به اندازه درصدی. Of course این هیچ سورپرایزی نیست که عزیزانی که شنیدن راجع به چت جی بی تی، این اولین هایپ سایکل شروع کرد، بعدش مایکروسافت و گوگل دارن با هم دعوا میکنن، بعدش هم فکر کنم تابستون امسال گوگل قراردادش با اپل تموم میشه، چون سفاری باز میکنه، میبینید که گوگل زودی برات میاد، قراردادش داره تموم میشه، پس هم مایکروسافت میخواد بیت بکنه هم دوباره گوگل، احتمالا از گاهی 15 بیلیون دلار میخوام به اپل بدن. حالا بیت هست که کی میبره، یا مایکروسافت میبره یا گوگل میبره. اما این هایپ همی الان شروع شده عزیزم، این هایپ ما هاست، این آدمایی که اوردی توی کریپتو هستن، که سواد دارن، باهوش هستن، میمون نیستن. ما داریم already داریم سودا رو داریم میبینیم، اما سودا از اینجا تموم نمیشه، خیلی بیشتر دارن، خیلی بیشتر. هنوز باید بدونیم که ریتیل مارکت، هاونینگ بیت کوین، خیلی این چیزا دارن پیش، هنوز باید بیان. پس اونایی که دارن ارزای مثل فت میخرن که فتش ای آی، یا بهترین توکن خودمون ای جی ایکس و است اوت، چون این دوتا با همن، قول میدم که هنوز خیلی 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 سود هنوز مونده براتون. سو نگاش کنین. اف کورس میدونین که ما نفر اول مارکت هستیم، مثل همیشه میریم جلو. خبر بعدی میاد از طرف ساند باکس و از سعودی عربیا که توکن سند و دولت سعودی، اینا خود دولتشون با هم قرارداد گذاشتن که دولت همینطور بره توی این متاورس سند. حالا نمیدونم میخوان چیکار بکنن، میخوان یه کاری بکنن دیگه. خبر سوم میاد از طرف این شرکت بیت کوین ای تی ام اپراتور، اسمش کوین کلاود فایلز، یه بانکراپسی اوورد جلو که 100 تا 500 میلیون دلار لایبیلیتی داره که نمیتونه پس بده به مردوماش، که 10,000 تا کریدیتور داره، نمیتونه، بدبخته و پول قراردادش رو بده و خودش داره بانکراپ میکنه. خبر بعدی میاد از طرف آلمان و از خود دویچ بانک، که خود دویچ بانک داره میگه من دنبال دو تا شرکت آلمانی هستم که میخوام بخرمش، که خود دویچ بانک رو بکشم بالاتر. حالا خیلی زود خبراش، اما حالا امیدوارم که همین آخر امسال اعلام کنم کدوم دوتا یا یه دونه شرکتی میخوان بخرن و بزن به اسم دویچ بانک. خبر بعدی میاد از طرف خود کی چنجلی، که یه پرس ریلیس بود که میخواد یه کاری بکنه با دیفای سواپش، نفر دوم بود برای خبر، من خودم شخصا این توکن رو نمیدونم، اما مثل که دارن یه کارهایی میکنن برای دیفای سواپ، اما شخصا خودم همش پنکیک رو استفاده میکنم برای اسواپ هایی که انجام میدم. خبر آخر هم میاد از طرف خود آلامدا که FTX هست، سم بنکمن، که جالبیش اینه که امروز همون والد جابجا کرد FTT هاشو، and 1 میلیون FT به اندازه الان 2.5 میلیون دلار هست. اما جالبیش میاد که گفته بودن که این والدشون هک شده، اما خودشون دارن جابجا میگن، خودشون اعلام کردن که خودمون بودیم، اما اگه نگفتین هک شده بود. چیزای جالبه داره پیش میاده از طرف بیت فینکس و شرکت های ایفریم داره میاد بیرون، نمیدونم برای چیه اینا، اما حالا آمارش شاید نزدیک آخر سال میاد، دادگاهش هم که 31 اکتبر هست. حالا یه دونه ریفرش براتون اینجا میذارم که ببینیم مارکت کپ 1.12 تریلیون هست. مارکت کپ از دیشب تا حالا 2 بیلیون دلار رفت بالا.
به وقت الان ارزایی که بالا هستن نیو پورتیکل 12 سن با خبر همین سعودیش یه 11% پامپ شده اما دوباره ریخته. اکسی 7%، CRV 5، سکم کوین 5% و ارزای دیگه هم که 1-2% مثل CRO و پنکیک. ارزایی که ضرر کردن تو این 24 ساعته که خیلی منطقی هستن 18% سینگولاریتی، اما نسکه 2000% سود بهتون داده تو خود از آخرهای جنوری تا الان، حالا تو این 7 روزه 200% سود داره که خیلی منطقیه که یه پول بکی داشته باشه. رندر هم ریخته، فچ ای آی هم ریخته، خیلی ارزهای دیگه هم که داریم نگاه میکنیم همینطور ریختن. حالا دیگه میرسیم برای چارتز. جالبی امروز این بود که خبر اومده از طرف تویتر and بذار براتون بیارمش بالا اگه میشه، فکر کنم پاکش کردم همینجا. این خبر مرده بود از این حساب اینجا، زیاد معروف نیست این حساب اما چند تا ری تویت گرفته، خیلی آدم هم دارن نگاش میکنن، 130,000 نفر اینا رو دیده. احتمالا یه خبر خیلی منفی میاد فرایدی، اما خیلی زوده در صحبتاش این، چون میگن رومره که میگه غیرقانونی میشه بیت کوین و کریپتوکارنسی، قانونی دیگه نیست و همه این شرکت ها رو میخوان دیگه سقوط کنن توی امریکا، میخوان صفرش کنن چون قانونی نیست. و جالبیش میاد با این صحبت این، چون میدونیم که بایننس امروز کل یو اس ای رو دیگه قطع کرده برای پول دپازیت کردن. سو هنوز نمیدونیم این خبر شاید واقعی باشه یا نباشه، اما میبینیم دیگه. و با این میگیم یه درکونین فیوچر که ساخته شده که همه رو پوتر کنه. جالبه. همون موقع که این خبر مده این مارکت دام شده بود، خیلی آدمای قبولش کردن اما مثل که دوباره برگشتون، هنوز یادمون نره که این یه رومره، هیچی 100%ی نشده. نمیدونم، I don't know، خودم نمیتونم. اگه واقعی باشه از بدون کریپتو صفر میشه، اگه این واقعی باشه این قانونی که میخوان فرایدی بیارن که میشه چی 2 شب دیگه، اما اگه نباشه به احتمال خیلی زیادی چون هنوز تو این پترن هستی میتونیم برگردیم برای 23,900 این چیزا. حالا اینجا یه دبلیو هم میتونیم بسازه، اگه دبلیو رو بسازه یه بریک لاین اینجا هست. حالا اگر یه دیگه نمیدونم این خبر واقعی باشه، اما حالا میگه بریک اوت میشه به 24,000. سو میبینیم به زودی. ولیوم 400ش هم اوکیه اما باید خیلی مواظب باشیم. همینطور داریم این RSI بولش دایورجنس دار میاد، قیمت ریخته اما از الان داره شروع میکنه برای بولش دایورجنس. و همینطور میبینی که مکدی برزا منفی شده، حالا فروشه اونایی که میخوان شورت بزنن دیگه در تقریبا تموم میشه، اما of course این میتونه ایگنایت بکنه فرایدی اگر این خبر واقعی باشه، اما به نظر من نیست، اما نمیدونیم. حالا آدمایی که اینو باور میکنن چون میگن همیشه خبراش درسته، شاید نفع یه پولی گرفته که این خبر رو بذاره، who knows. برسیم دیگه برای چارت ایتریوم که میبینیم که حتی چارت ایتریوم نرسید اصلا به از دیشب تا حالا به این 1600 تا، اما با چند تا خطای سپورت همون زد اما چیزی اینجا نبود. به وقت الان که داریم نگاهش میکنیم به 4 ساعته میتونه دوباره برگرده به 1680، حالا 1678. این به 4 ساعته داریم نگاهش میکنیم. عرض بعدی هم که براتون میاریم که خود کاردانو که میبینیم که کاردانو هنوزش هم همینجوری گفتن هنوز باید تو این پترن بمونه. درست هم گفتن که بهتون گفتن که چند بارا میتونه بیرون این پترن بیاد دوباره خودش رو بکشه تو، اینه اوردی داریم پیش میبینیم. اما بدونین که بذار برم این در روزانه یک دو، حالا اگرم حتی هم اکستندش هم بکنم، بیا اکستندش بکنیم بگیم مثلا اینجوری بود آقا، اینجوری بود ببینیم، یک
دو سه چهار پنج تا چهاردهم. چهاردهم جوابتون رو میگیری. اگین هنوز توی این پترن هست. ارز آخرم که براتون پیش میاریم بی ان بی هست به یو اس دی تی. فکر کنم با این چهارتمه یا با یو اس دی اینجوری بود. ببینید که حتی هم بی ان بی 330ه، 320ش رو حالا 320 رو ندید اما 323 رو دید. حالا از ویدیو دیشب اون چون داشتیم 320 رو نگاه میکردیم برای موو 7 دلاری. اما هنوز بدونید که این ریجکتد شده، هنوزش هم 4 ساعته بالای اینجا نبسته که بمونه. اما آف کورس ببینید که هنوز تو این رنج پایین این لول رو دوباره زده، دوباره برمیگرده برای 330. حالا انقدر 330 رو زده هنوز معلوم نیست، اما یه چیزی که بعد دارم میبینم میبینم که هنوز ولیوم فروش یه ذره شاید هنوز داریم، اسپشال از مکدی که داریم نگاه میکنیم هنوز منفی نشده، اما میتونه اینجا ببینه یه بار دیگه بریزه به نصفه بعدش بره بالا. اما بدونین که تو هنوز تو این پترن هست برای پی ان بی. سازون این شو برای بخش برای امروز من از اینجا تموم میکنم. مرسی همه تا آخرش گوش کردن. God bless you all. Take care and bye bye.